بینندگان عزیز سلام میکنم خدمت شما و همون جور که خدمتتون گفتم معمولا ما برنامه رو اختصاص میدیم به دوستانی که پناهجو هستن در سر تا سر دنیا به نام پناهجویان را دریابیم. خیلی متاسفم که با این دوستمون باید در شرایطی که ایشون در بازداشت و زندان هستن صحبت کنیم، پناهجویی که در معرض اخراج قرار گرفته و اگر من و شما نتونیم به موقع کمک کنیم و به موقع جلو این دولت ها وایسیم و از اونها بخوایم که به پرونده های اینها رسیدگی کنن، اینها ممکنه به ایران برگردونده بشن، دیپورت بشن و خود شما بهتر از من میدونید که شرایط ایران چگونه هست، مخصوصا با افرادی که دینشون رو عوض کردن. امروز با دوستی هستیم به نام آقای علی بنویدی از سوئد. من از ایشون خواهش میکنم که خودش درباره علی بنویدی، اینکه امروز چگونه در سوئد هست، وضعیت پرونده و درخواست پناهجوییش به چه گونه هست و چه انتظاری داره از دوستانی مثل من و شما که در زندان نیستن و میتونیم قدمی برداریم هر قدر که اون قدم کوچک باشه. آقای بنویدی من سلام میکنم به شما، بهتون خوش آمد میگم. متاسفم که در بازداشتگاه هستید ولی اجازه بدید که امیدوار باشیم شاید این بازداشتگاه و اینها دلیلی بشه که دوستان به خودشون بیان کمک کنن به افرادی مثل شما و به زودی خبر آزادی شما رو بشنویم و پس از اون هم خبر اقامت شما در سوئد و همینجوری که غم و غصه هامون رو با بینندگان در میون میذاریم خوشحالیمون رو هم با اونها سهیم بشیم و در میون بذاریم. من ساکت میشم، میکروفون رو در اختیار شما میذارم، یه مقداری از خودتون بگید شرایطتون چگونه است و ما رو بیشتر آشنا کنید با شرایطی که ایرانیان پناهجو در سوئد دارن. بفرمایید. سپاسگزارم، درود میگم به شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. من علی بنویدی هستم از پناهجوهای ایرانی که متاسفانه 3 روز پیش بازداشت شدم و الان در بازداشتگاه اداره مهاجرت با در استکهلم هستم. عرض کنم که من 5 سال پیش به سوئد اومدم و خب از فعالین جنبش سبز بودم و فعالیت زیادی کردم توی ایران. خب وبلاگ ها و صفحاتی هم توی ایران داشتم، فعالیت سیاسی داشتم. بعد از تقریبا سپتامبر سال 2009 بعد از تظاهرات ها و اون موقعی که ایران واقعا آشوب بود و مردم اعتراض میکردن به رژیم و خیلی مسائل دیگه، من مجبور به فرار از ایران شدم و خب به سوئد پناه آوردم و اینجا کیسی رو باز کردم و مدارکی رو داشتم که بهشون دادم، ولی خب متاسفانه با توجه به خیلی از مدارکی که واقعا واضح بود و روشن و مستند بود، اداره مهاجرت به من پاسخ منفی داد و خب ناچارن به خاطر اینکه واقعا ترس از این داشتم که به زندان بیفتم و شکنجه بشم و خب خیلی مسائل دیگه که خودتون بهتر می‌دونید تو ایران هست، متاسفانه مجبور شدم که به صورت پنهانی زندگی کنم توی سوئد و حدود 3 سال و نیم به صورت پنهانی زندگی می‌کردم و خب شرایط خیلی سختی بود پنهان زندگی کردن توی کشور غریب و محال گذشت. به هر حال خیلی بهتر از این بود که من به ایران برم و اتفاقاتی که واقعا نمیشه پیش بینی کرد برای من میافتاد. از کنم که الان در بازداشتگاه هستم و خب شرایط خیلی سختیه، خیلی استرس دارم که منو بخوام بفرستن به ایران و به هر حال مدارکی رو داشتم دوباره ارائه کردم، فعالیت هایی که تو این 3-4 سال توی سوئد داشتم. خب فعالیت های من توی سوئد بر علیه رژیم جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از قبل بود. زمانی که توی سوئد بودم خب برای اینجا کشور آزادیه و خیلی راحت میشه وبلاگ درست کرد، حرف زد، اعتراض کرد و خب من این فعالیت رو داشتم مثل خیلی از بچه های دیگه که بچه های ایرانی که اینجا فعالیتشون ادامه میدن بر علیه رژیم و به حال هنوز که موفق نشدم که با اداره مهاجرت صحبتی بکنم اینجا و توی بازداشتگاه فعلا به من گفتن که شاید پرونده تو باز کنیم و رسیدگی کنیم. شرط سختیه. یکی از مسائلی که من براشون مطرح کردم این که
از طریق یکی از دوستان که داخل سوئد هست مطلع شدم که عکس منو توی سایت گرداب که مربوط میشه به سپاه پاسداران ایران، عکس من اونجا گذاشتم به عنوان اختشاش کرد، به عنوان کسی که تو تظاهرات ها مردم رو جمع آوری میکرده یا به هر حال یه جوری مردم رو جمع میکرده از طریق وبلاگ و وبسایت ها. به همراه حتی این سایت به شکلی هست که عکس خیلی از دوستان هستش، دوستان که فعال بودن توی تظاهرات سال 88. من مداری که این سایت هم بهشون دادم، گفتم به هر حال این به سایت دولتی هست، اینم عکس من هستش و خب امیدوارم که رسیدگی کنن و نگاه کنن و منصف باشن، چون خیلی مواعد داره مهاجرت شرط ایران رو میدونه، پرونده‌های پناهجوی ایرانی رو میخونه، نگاه میکنه، ولی با وجود اینکه میدونه در ایران چه میگذره باز هم ریپورت میکنه بچه ها رو به ایران. امیدوارم که برای من این اتفاق نیفته. اگر خب سوالی چیزی هستش من در خدمتتون هستم. من ممنونم از شما. خود ما و دیگر دوستانی که در این شرایط بودن میدونن که 5 سال در برزخ بودن و نگرانی بودن و منتظر فردایی که ازش خبر ندارید واقعا چقدر مشکل هست. و خیلی جالبه برای من که شما میگید اون وبسایت گرداب شما رو شناسایی کرده و دیگران رو، و با وجود بر این دولت سوئد باز اقدام به دیپورت شما میخواد بکنه و اون پرونده یا درخواست پناهجویی شما رو قبول نکرده. آقای بنویدی، من میدونم که شما مسیحی شدید، اینها آیا خبر ندارن که اگر کسی دینش رو عوض کرده باشه در اسلام به عنوان مرتد شناخته میشه و به اصطلاح حکم اون اعدام هست و هر کسی میتونه ایشون رو در ایران بکشه؟ چرا از این راه؟ و آیا شما با سازمان های سیاسی اجتماعی هستید، اونها از شما به اصطلاح حمایت میکنن نمیکنن؟ الان که در زندان هستید وکیل دارید ندارید؟ به چه صورت هست؟ بله، عرض کنم که وکیل که فعلا اداره مهاجرت گرفته برای من، ولی خب خیلی موقع نمیذارن این وکیل ها به اون شکل بررسی نمیکنن اون دفاعی رو که مینویسن میفرستن به اداره مهاجرت. متاسفانه در رابطه با پناهجوی ایرانی شاید منصفانه نگاه نمیکنن. عرض کنم که با توجه به این که خودشون میدونن که رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی با همه کسانی که داخل کشور یا خارج از کشور تغییر دین میدن و شناسایی میشن و میدونن که تغییر دین در ایران، با توجه به این اداره مهاجرت، من واقعا اطمینان دارم که اداره مهاجرت خبر داره که تغییر دین در ایران مساویس با زندان، شکنجه، که خیلی از دوستان در ایران هستن که الان به این مشکلات رو دارن و در زندان هستن. اما متاسفانه به حال من مطرح کردم و چون علاقه به دین مسیحیت داشتم 5 سال پیش وارد سوئدی شدم، دیدم به حال علاقه که به این دین دارم میتونم توی کلیسا شرکت کنم، توی مراسم برم. خب این امکان رو توی ایران نداشتم. من به هر حال ترسی هستش که رژیم داریم و خب شما خودتون بهتر میدونیم که واقعا مشکل سازه اونجا. این مدارکش هم من به هر حال دادم و خب حضور داشتم، اما خب به عنوان یه مسئله که کیس من باشه مطرح نکردم، ولی به هر حال خوشو میدونم و خب اینم باز جواب دادن که ایران، دولت ایران با کسی که تغییر دین میده کاری نداره و خب مردم خیلی ها از دین اسلام خارج میشن و مشکل ساز نیست. اینم خب به هر حال جواب قانع کننده برای من و خیلی از دوستان و حتی شما که شرایط ایران رو میدونیم اصلا قانع کننده نیست این جواب، ولی خب به هر حال متاسفانه اینا این جواب رو من دادن. من ممنونم که در روز بله بفهمید. ممنونم از شما و خوشحالم که اقلا اداره مهاجرت برای شما وکیل به اصطلاح گذاشته و امیدوارم بتونن کمک کنن. این وسط کلیساها آیا به شما کمک میتونن بکنن، حتی از لحاظ اینکه وکیلی برای شما استخدام کنن؟ چون معمولا این وکلایی که به اصطلاح از طرف اداره امیگریشن و دولت و اینها میان افرادی هستن که این پرونده ها رو به صورت به اصطلاح
داوطلبانه معمولا انجام میدن و حق پولی هم دریافت نمی کنن و مردم باور دارن که وکلایی که پول دریافت میکنن اونها بیشتر و بهتر کمک میکنن. من میدونم خب شما پناهجو هستیم و شرایط مالی خوبی ندارید. من میخوام ببینم که آیا کلیساها در این مواقع کمکی میکنن یا نه. راستش من کمکی نخواستم از کلیسا یا ارگان که، ولی خب به هر حال شرایط خیلی سخته، مخصوصا برای من که خب به سختی اینجا کار میکردم و درآمد خیلی پایین که بتونم فقط مخفی باشم از پلیس سوئد و اداره مهاجرت که دستگیر نشم و به ایران فرستاده نشم. ولی خب خوشبختانه فعالیتی که برای من کردن، اداره مهاجرت قبول کرد که وکیلی رو بگیرن که به هر حال پولی بهش پرداخت میکنن. خب دوستان که در سوئد هستن و آشنایان با قوانین سوئد، اداره مهاجرت معمولا در سوئد خیلی گوش به وکلا نمیده. حالا به هر حال وکلای تسخیری که خیلی بدتر، وکلایی که دوستان هم میگن خب خیلی توجه به گفته وکیل نمیکنه و با توجه به مدارک و شرایطی که خود اداره مهاجرت داره و کشوری که اون پناهجو میاد، که البته برای ایرانی ها فکر میکنم تو این 4-5 سال که حداقل من توی سوئد بودم واقعا توی سوئد شرایط برای پناهجوی ایرانی خیلی سخته، به سختی اقامت میدن و هیچ مدرکی رو منصفانه رسیدگی نمیکنن. متاسفانه خیلی از دوستانم که به ایران دیپورت شدن، من با خبرم که واقعا مشکلات بزرگی داشتن و الان ایران خیلیشون، من واقعا مستقیم باشون در ارتباط بودم با خانواده هاشون، این که الان توی زندان هستن، مخصوصا چند نفر از فعال جنبش سبز که به حال سوئد فرستادشون به ایران و الان توی زندان به سر میبرن متاسفانه. اگر به حال سوالی حتما در خدمت هستم. من ممنونم، من از شما پرسشی ندارم، فقط آرزو میکنم و امیدوارم که به زودی زود شما هم از زندان آزاد بشید، هم شرایط اقامتتون درست بشه. اگر شما صحبتی دارید در خاتمه بفرمایید و همون جوری که گفتم ازتون خواهش میکنم که خبر خوش رو هم با ما بیاین در میون بذارید و این خبر رو از طریق همین تلویزیون به دوستان بیننده و شنونده هم بگید. بفرمایید. سپاسگزارم از اینکه وقتتون به من دادین، سپاسگزارم از بینندگان محترم که برنامه رو میبینن و اینکه امیدوارم که روزی بشه که رژیم دیکتاتوری و فاشیستی جمهوری اسلامی به هر شکلی که هست نابود بشه و خود مردم هم امیدوارم که شرایطی به وجود بیاد که مثل سال 88 بتونن ضربه‌ای به رژیم بزنن و خب این حرکت رو امیدوارم ادامه پیدا کنه. و من از خیلی از دوستان که اون زمان سال 88 فعال بودیم هنوز هم فعالیت میکنیم و خیلی از دوستان هستن که سالیان سال هم در سوئد زندگی میکنن، هنوز فعالیت رو بر علیه رژیم دارن. امیدواریم که نتیجه بده و یه روز خوب بیاد که این رژیم دیکتاتوری از ریشه کنده بشه. من هم در حال به نوبه خودم، به سهم خودم واقعا حتی در سوئد هم تلاش خواهم کرد و امیدوارم که در حال دوستان عزیزی که شرایط من رو دارن اونها هم به شکلی بتونن که این فعالیتشون ادامه بدن و اگر دوستان ایرانی هستن که در خطر دیپورت هستن برای اونها هم آرزوی موفقیت میکنم که به حال این اتفاق برشون نیفته. سپاسگزارم از شما و امیدوارم که موفق باشین. من ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم به امید روزهای بهتر و آینده روشنتر برای آقای علی بنویدی. مرسی عزیزم، خدا نگهدارت. سپاسگزارم، خدا نگهدار. به امید دیدم. مرسی. خداحافظ.